با درودهای گرم خدمت همیهنان عزیز، بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر عزیز و حضور شایان و شایسته پژوهشگر تاریخ آقای امینی، آقای محمد امینی. این برنامه از امروز ساعت نیم بعد از ظهر به وقت لس آنجلس آغاز میشه و ساعت 1:30 پایان میپذیره، یعنی نیم ساعت زودتر از ساعت پخش آن در گذشته، در سالهای گذشته. خواهش میکنم به یاد بسپارید، به دیگران هم یادآوری کنید که ساعت پخش زنده برنامه برگی از تاریخ از امروز ساعت 12:30 پس از نیم روز به وقت غرب آمریکا، به وقت لس آنجلس آغاز میشه و نیم شب به وقت تهران. پس شد از ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و نیم شب به وقت تهران. همینان گذشته اجازه بدید یک توضیح دیگری هم من بدهم، شاید اینجا جاش باشه. با اون این است که خیلی ها میپرسن که آقای موری، این برنامه های شما رو ما تاریخاش نمیدونیم. یه برنامه هست به نام در امتداد هفته که روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر آغاز میشه. یه برنامه دیگری هست به نام چهره ها و گفته ها، جمعه ساعت 1 بعد از ظهر. این برنامه هم که همکنون در آن هستیم، برگی از تاریخ، از ساعت 12:30 بعد از ظهر هر چهارشنبه آغاز می شود. بینندگان گرامی، بینندگان دائمی این برنامه حتما به یاد دارن که از چند هفته پیش جناب آقای امینی بحث بسیار جالب و تازه‌ای رو درباره چگونگی ورود اندیشه ولایت فقیه به سپهر سیاست ایران آغاز کردند. طبق روال و روشی که ویژه ایشان است، ایشان به قول خودشون ما رو به یک سفر تاریخی به روستای نراق در کاشان بردند. الان که دیگه فکر نمی‌کنم روستا باشه نراق. و با اندیشه های ملا احمد نراقی، پدر بزرگ، نیای بزرگ آقای دکتر احسان نراقی که 200 سال پیش کتابی درباره ولایت فقیه نوشته بود، آشنا کردند و سپس به قم رفتند، ما رو بردن به قم سال 1323 خورشیدی. گوشه‌هایی از کتاب کشف اسرار آقای خمینی رو که در این سال نوشته شده برای ما توضیح دادند. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان گرامی. بر این زمان تازه نیم ساعت جلوتر از همیشه مبارک، سر 12 شب بهترین وقت ایرانه. حالا شاید دوستان کارگردان برنامه یک ساعتی هم جلوتر بیارن، 11 شب برای ایران بهترم خواهد بود. بله آقای امینی، از اونجایی که یک گسست کوتاه در این رشته بحث ما به وجود آمد و شاید همه بینندگان بحث‌های هفته‌های گذشته شما رو به یاد نداشته باشند، می‌خواستم تقاضا کنم در آغاز برنامه امروز یک چکیده از گفتار چند برنامه گذشته رو لطفاً با ما در میان بگذارید با همیهنان گرامی. حتما، با کمال میل. ببینید، برگرد به همون نکته که شما در آغاز اشاره کردید، سفری به نراق.
آقای ملا احمد نراهی که سخت دوستدار فلسفه بود و فلسفه یونان، آمد و کتابی فراهم کرد که در این کتاب تحت تأثیر اندیشه های افلاطون و ارسطو موضوعی رو مطرح می کرد که اونها در واقع در مورد افلاطون در مورد شاه فیلسوف سخن گفته بود، او درباره شاه فقیه صحبت می کرد و آمد و موضوع رو در واقع این گونه بیان کرد که فقیه باید در کار کشور دخالت بکنه و موضوع ولایت فقیه رو از این منظر مطرح کرد که فقیه باید اندرزگوی شاهی باشد که خود او به این فقه باور داره و او شاه عادل است، هر شاه ذل الله نیست. اندیشه تازه‌ای بود و اینجا و اونجا کسانی به اون پرداخته بودند، ولی هیچ کس مانند ملا احمد نراقی این رو نپرداخته بود. این رو هم بگویم که ملا احمد نراقی یک فقیه شورشی در مقابل دولت قاجار نبود. خود این کتاب رو او به پادشاه قاجار، فتحعلی‌شاه قاجار تقدیم کرد و یکی از دو مجتهد تراز اولی بود همراه با مجاهد اصفهانی، که محمد مجاهد اصفهانی که فتوای جنگ دوم ایران و روس رو صادر کردند و خود فتحعلی‌شاه سخت به او مهر می‌ورزید و او رو اصلا از او تقلید می‌کرد، او رو رهبر دینی خودش می‌دانست. شورشی نبود ولی بر روی بر این باور بود که شاه باید تابع فقیه باشد. مراد او هم از ولایت فقیه این تبعیت پادشاه از فقیه بود. این اندیشه به کنار رفت، کسی اون رو جدی نگرفت، یعنی بیشتر بزرگان نجف، چون کانون دین در اون هنگام، کانون آیین شیعی در اون هنگام در نجف بود، توجه چندانی به این اندیشه نکردند. خود ملا احمد نراقی هم بیشتر کتاب‌های دیگری که نوشت به این نپرداخت، تنها یک کتاب بود که در این زمینه اشاره کرد. کسی دیگری هم از میان آدم‌های سرشناس مراجع یا بزرگان دین به موضوع ولایت فقیه نپرداخت و موضوع در واقع فراموش شد. تنها موردی که میتوان گفت یک گوشه‌هایی از این نوع اندیشه در دوران انقلاب مشروطه سربلند کرد در رساله‌های آقای نوری بود، شیخ فضلای نوری. اما شیخ فضلای نوری هم اصلا از ولایت فقیه سخن نمیگفت. شیخ فضلاح میگفت قانون باید تابع قرآن باشد، ما به قانون نیاز نداریم، قرآن قانون است، حدیث قانون است، ولی کاری به کار پادشاه نداشت. در هیچ کجای نوشته های شیخ فضل الله شما نشانی از این نمیابید که او گفته باشد که ما فقیهان باید کشور را اداره بکنیم، چنین چیزی اصلا به چشم نمیخورد. حتی کسانی مانند ملا قربان‌علی زنجانی که از خود شیخ فضل الله نوری هم تندروتر بود، اونها هم به ولایت فقیه به این مفهوم اصلا باور نمی داشتن. در نتیجه موضوع به کنار رفت و عملا دیگر گفتگویی درباره ولایت فقها یا فقه سیاسی به میان نیامد، به ویژه این که در دوران پس از مشروطه چهره هایی که بر حوزه های قم و نجف چیره شدند، دو کانون اصلی شیعی در دنیای اون روز، نجف در عراق و قم در ایران، چهره ها و شخصیت هایی که در این دو کانون چیره شدند، چهره ها و شخصیت هایی بودند که سخت با دخالت در سیاست رو در روی داشتند، یعنی از اون از دخالت در سیاست دوری می جستند. آستابالحسن اصفهانی در نجف و آقای حائری در قم. این موضوع کنار رفت و فراموش شده بود تا اینکه در سال 1322 یک آخوندزاده سرشناسی به نام آقای حکمی زاده تحت تأثیر اندیشه‌های کسروی و با پشتیبانی مالی کسروی، چون کتابی رو که منتشر کرد چاپخانه پرچم اون رو به چاپ رساند، به نام آقای حکمی زاده فرزند حاج آقا مهدی پایین شهری قمی،
کتابی جزوی خیلی کوچک منتشر کرد، پرسش هایی رو 13 پرسش رو از روحانیان شیعی در میان نهاد به نام اسرار هزار ساله. این پرسش ها تردیدآمیز بود؟ بله، نسبت به اسلام؟ بله دیگه، دست برده بود به اینکه آقا چرا حدیث بنیاد داوری های شماست، استخاره چرا پیوندی با دین دارد، چیزهایی از این دست. و این جنجالی در حوزه ها برانگیخت، چون بر روی آدم سرشناسی بود، با زبان دینی اینها رو مطرح کرده بود. و در همین زمان هم بود که احمد کسروی کتاب پیرامون اسلام رو به چاپ رسانده بود و در همین هنگام هم کتاب شیعگری رو، در درست زمانی که این کتاب، این جزوه کشف اسرار به چاپ رسید، یا ببخشید اسرار هزار ساله، او هم در واقع به چوب به جان این دین زده بود، این آیین زده بود. در نتیجه جنب و جوش بزرگی ایجاد شده بود. آقای خمینی که در اون هنگام مردی 42 ساله در قم بود و سرشناس هم نبود، مدرسی بود، روی هم رفته گمنام، به نام آقای موسوی خمینی شناخته می شد، سید روح الله موسوی خمینی، ایشان آمد و به سفارش برخی از روحانیان قم کتابی نوشت به نام کشف اسرار هزار ساله، که به کشف الاسرار هم معروف شده که درست نیست. و دفتر بزرگی است، نزدیک به 350 صفحه است، و در اون به این آقای حکمی‌زاده پاسخ داد. و گوهر اندیشه های آقای خمینی در این کتاب همان چیزهایی است که آقای ملا احمد نراقی مطرح می کرد. و جالب اینجاست که خمینی هم مانند ملا احمد نراقی شیفته فلسفه و به ویژه فلسفه یونان بود. و از جمله یکی از کارهایی که او نام‌آور شده بود در همان سن و سال به آن و سپس ادامه داد و با حوزه درگیری پیدا کرد، این بود که بر اسرار ملا صدرا شرحی نوشته بود که اصلا کارهای ملا صدرا مورد پذیرش بسیاری از روحانیان قوم نبود. اون رو با حدودی بیرون از، نه بیرون از دین، ولی بیرون از حوزه فقه اسلامی می‌دانستند. بر روی آقای خمینی با طرح مسئله ولایت فقیه در این کتاب باب گفتگو رو باز کرد. ولی جالب اینجاست که دفتر این گفتگو آنچنان گشوده نشد، چون بزرگترین روحانیان آن زمان استقبال از این بحث ولایت فقیه نکردند. کتاب دیگری هم در نقد به حکمی‌زاده در همون زمان منتشر شد از سوی آقای خالصی‌زاده به نام کشف الاستار، کشف پوشیده ها، یا حالا شما شاید درسترش رو بگید. این اسرار بود و اون هم پوشیده ها. ولی بر روی این گوهر اندیشه آقای خمینی بود در اون هنگام و آنچنان جدی گرفته نشد که باید جدی گرفته می شد. و این در واقع گوهر سخنانی است که من در چکیده سخنانی است که در دو برنامه گذشته، برنامه مربوط به این گفتگو، با هممیهنان در میان نهادم. جناب امینی، این آگاهی های بسیار دست اولی که شما در اختیار هممیهنان قرار دادید گواه سربلند کردن این اندیشه ولایت فقیه یا فقها در قم یا حوزه های دینی است. آیا گواهی در دست هست که این داوری ها صورت اجتماعی یا حزبی گروهی هم پیدا کرده باشد؟ آیا روحانیون تراز اولی مانند آقای بروجردی و بعد آقایان شریعت مداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی که به آیات ثلاثه معروف شدند گرایشی به این دیدگاه آقای خمینی داشتند؟ ضمناً اگر ممکن است پیش از پاسخ به پرسش های بنده بفرمایید که این عبارت آیات ثلاثه از چه زمانی در ایران عنوان شده؟ آیا بار دینی داشته یا تصادفی و اتفاقی بوده؟ جناب امینی. بله،
شما دشوار میکنید ماجرا رو. ببینید نه هیچ کار دیگی نداره اصلا که وان از شما کار دشوار خواست دیگه. آیات سلاس یا آلات سلاسه که هر دو به کار گرفته شده، یا آیات و مراجع سگانه، این برمیگردد به یک اساساً به یک رویداد سیاسی، یعنی به دوران مشروطه. در دوران مشروطه سه نفر روحانیان طراز اول پس از مرگ شیرازی، پس از مرگ میرزای شیرازی که به طور مطلق همه کاری دین در نجف به شمار می آمد، همون میرزای شیرازی معروفی که تنباکو، فتوای تنباکو رو به اون نسبت میدن و امروز تقریبا روشن شده که این فتوا ساختگی بوده، ولی کاری به این ندارم. ولی میرزای شیرازی درگذشت و سه نفر جانشین او شدند، یعنی آقای آخوند خراسانی آدم اصلی بود، آخوند خراسانی که میتوان گفت در واقع از نقطه نظر دانشی از دیگر کسان در نجف برتر بود، محمد کاظم خراسانی بود که به نام آخوند خراسانی معروف شد، میرزا حسین خلیلی تهرانی و عبدالله مازندرانی. اینها چرا به عنوان آیات ثلاثه یا سه نفر روحانی برجسته نام‌آور شدند؟ چون اینها در پشتیبانی هم از مشروطه با یکدیگر بیانیه صادر می‌کردند. از اینجا در واقع این سه روحانی یا پیوند سه روحانی مطرح شد. سگانگان. سگانگان. پس از مرگ آقای حائری یزدی که پایه‌گذار حوزه علمیه قم بود، ایشان هم آمد در وصیت‌نامه خودش سه نفر رو گرداننده قم یا گرداننده حوزه معرفی کرد و اینها هم به آیات سلاس یا آیات سگانه معروف شدند، یعنی آقای محمد تقی خانساری، سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوکمری یا کوکمری. این سه نفر از زمان مرگ آقای حائری در سال 1314 یا 15 خورشیدی تا هنگامی که آقای بروجردی در 1325 خورشیدی مرجعیت تامه در قم یافت، در این 10 سال اینها کلیددار قم بودند، همه کاره قم بودند. باز هم در دوران پس از مرگ آقای بروجردی و درگذشت آقای حکیم که گفته میشد جانشین آقای بروجردی است و در نجف میزیست، باز هم سه نفر روحانی طراز اول در تهران که نامهای اونها رو در قم که نامهای اونها رو آوردید از جمله آقای شریعت مداری، اینها معروف شدن به آیات سلاس. شهرت این سه نفر در این بود که برای نجات جان آقای خمینی که میخواستن او رو اعدام کنن بعد از رویدادهای معروف 15 خرداد و درگیری هایی که شده بود، اینها آمدند و دستنویسی فراهم کردند که آقای خمینی مرجع است و مرجع تقلید است، مرجع تقلید رو نمیتوان اعدام کرد و در نتیجه شاه بودند. دروغ گفتند؟ تا اون زمان خمینی هیچ نشانی از این که مرجعیتی داشته باشد نبوده. خیلی جالب است، نزدیکترین یار آقای خمینی در اون هنگام، وفادارترین یار آقای خمینی، آقای منتظری بود که پس از انقلاب هم ایشان بنا بود جانشین امام بشود، جانشین فقیه بشود. در یادمانده خودش آقای منتظری میگوید که من یک نوشته‌ای رو فراهم کردم که آقای باشتاب، که آقای خمینی مرجع تقلید است، و بردم پیش آقایان، همین پیش برخی از این آقایان، و یکی از اونها برگشت گفت که ایشان که مرجع نیست، کی از ایشان تقلید میکنه؟ میگوید که من گفتم من از ایشان تقلید میکنم، پس ایشان مرجع هستند. خب یعنی ساختند داستان مرجعیت رو. چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون آقای خمینی، ببینید، مرجع تقلید یک مفهوم خیلی پیچیده و در این حال ساده است، چون معناش این است که یک آخوندی
مجتهدی به جایگاهی میرسد که عده‌ای از مردم میآیند و از او پرسش‌هایی میکنند، استفتاء مفهوم دینی میکنند و ایشان فتوا میدهد. هر فتوایی معروف نیست، این مجموعه این فتواها در یک کتابی جمع میشود که بعد مثلا مولا آقای خمینی بهش گفتن توضیح المسائل، البته اسمش توضیح المسائل در آغاز کار نبوده، تحریر الوسیله بوده، بعدها گفتن توضیح المسائل و این تازگی ها میگن حل المسائل. این آقای خمینی نخستین کتاب مربوط به پاسخ به پرسش‌های دینی رو به نام تحریر الوسیله در ترکیه نوشت، هنگامی که تبعید بود. تا پیش از اینکه ایشان به ترکیه تبعید بشوند کتابی از ایشان در باره مسائلی که مربوط به مقلد و مرجع است وجود نداره. ایشان حاشیه زدند بر کتاب‌هایی مانند کارهای آقای بروجردی، حاشیه زدن بر کارهای آقای آستبالحسن اصفهانی و یعنی چی حاشیه زدن ببخشید؟ ببینید آخوندها که یکی از کارهایی که خیلی رواج داشته این بوده که یک کتاب دینی رو بر می داشتن و این کتاب دینی رو رج می زدن، حاشیه اضافه می کردن، تفسیر می کردن. مثلا کتاب لمعه دمشقیه معروف، این شرح لمعه معروفتر از کتاب لمعه هستش، یعنی این شعرهایی که می نوشتن و در این حوزه ها می بردن و درس می دادن. خیلی عربی تلفظ می کنید. بله؟ این کلمه رو خیلی عربی تلفظ می کنید. لمعه دمشقیه. معلومه خوندین حسابی. بله متاسفانه. عرض کنم که این ببینید این حواشی که می نوشتند، این حواشی کسی رو اصلا این اصلا موضوع مرجعیت موضوع تازه است در آیین شیعی. شاید بیشتر از 150-170 سال درازای زندگی مرجعیت نباشه. اینها برمیگردد به دوران بازسازی نجف و این است که حالا معیاری که وجود می داشته برای مرجعیت کتابی بوده که مقلدان بتوانند به اون استناد کنند. آقای بروجردی همچین کتابی داشته، آقای آستبالحسن که اصفهانی داشته، دیگران داشتن. آقای خمینی تحریر الوسیله رو در هنگامی که در ترکیه در تبعید بوده نوشته و پیش از اون کتابی در این زمینه از او در دست نیست. این است که بله آمدن ببخشید آقای همینی بله. عزیز یه سوالی به ذهنم بله. رسید چون مربوط به آیات عظام میشه و آخوندها و افسران جوان ترکیه، آیا این درسته که آقای رهبر چیز اسمش چی بود ترکیه اون زمان؟ بله رهبر جوان درسته نبود، نمیدونم چی بود. نه رهبر افسران جوان. او رهبر افسران جوان انور پاشا. نه خیر آتاتورک رو میفرمایید؟ آتاتورک بله یادم رفت. همیانان ما مرتب این قضیه رو تکرار میکنن که کاشکی شاه آخونده رو مثل آتاتورک به دریا ریخته بود. واقعا هر چیز درسته؟ نه نه اصلا ببینید اینا یه مقدار چیزهای تنها اتفاقی که در دوران آتاتورک در مورد دریا افتاده این است که میگویند به طور تصادفی یک کشتی حامل زائران مکه حاجیای آینده انگامی که از بسفور رد می شده به طور تصادفی یه تیر توپش شلیک شده و غرق شده و عده ای از حاجیان آینده غرق شدن و این تا چه اندازه درست باشه نباشه روشن نیست، چون متاسفانه تاریخ این منطقه ما با این نوع داستان سازی ها و این نوع افسانه سازی ها همراه هست. خیلی ببخشید زکی بوده. البته در یک موردی ما این رو می دانیم که در یکی از چیزهایی که رضا شاه به یاد داره از سفر خودش به ترکیه و حکمت همین رو بازگو کرده در این است که در یکی از ایستگاه‌های قطاری که رضا شاه با آتاتورک بوده در ایستگاه قطار رضا شاه شاهد کتک خوردن یک آخوندی از دست آتاتورک بوده
کارهایی که به هر حال به این شدت رضا شاه انجام نمیداده. ولی موضوع ترکیه مقدار متفاوت هست با مسئله که در ایران روی داده. حالا بازگردیم به رشته گسسته سخن در مورد اندیشه خمینی و اندیشه ولایت فقیه. بله بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که بنابراین این که آیا خمینی در اون هنگام مرجع تقلید بوده یا نه چندان برای من مهم نیست. این چیزی که مهم هست در این است که اندیشه های آقای خمینی در اون هنگام خریدار چندانی در حوزه ها نداشته. یعنی هنگامی که آقای خمینی این کتاب کشف اسرار رو می نویسه، همچنان یک مدرس گمنامی در قم هست. باز بر پایه یادمانده های دست کم سه نفر از جمله آقای منتظری، یک درگیری بسیار بسیار جدی در قم میان هواداران فدایان اسلام، گروه کوچکی بودند، در حوزه درس آقای بروجردی روی میدهد. در سال 1327 خورشیدی گمان میکنم جنازه رضا شاه رو از راه مصر به ایران آورده بودند و آورده بودند به قم. یک بلوایی در قم این فدایان اسلام به پا کردند. چون شما اون موقع متولد نشده بودی من یه اشاره‌ای بکنم. بفرمایید. سال 1129 بود. 29 بله که این جنازه رو از نمیدونم کجای شهر شروع کردند روی این ماشین های مخصوص آوردن و تمام شهر اولا مدارس تعطیل شد. 29 بود یا 28 جناب مهری؟ حالا ممکن من یادم نیست. 28 میکنم. 28 بود. 28 بله. به هر صورت خیلی جمعیت بود. شما 40 سالتون بود اون موقع؟ نه خیلی، من اون موقع 13 سالم بوده. بله. خب در تهران شما شاهد این بودید؟ بله. ببینید این در اون زمان آرامگاه رضا شاه رو در شهر ری فراهم ساخته بودند. این جنازه رو به قم بردند برای اینکه بر پایه باورهای مذهبی، چون این مرد در غربت در گذشته بود در ولایت غیر مسلمان، مسلمانان بر این جنازه رهبران دینی نمازی بخوانند و سپس اون رو ببرند و بر پایه باورهای دینی دفن کنند در شهر ری. این رو فدایان اسلام به هم زدن، یعنی شروع کردن، از جمله در کلاس درس آقای بروجردی اعلامیه پخش کردند که آقای بروجردی دستور داد به یکی از کسانی که با خودش از بروجرد آورده بود به نام شیخ علی لور، آخوند بود ولی آخوند بسیار با لور بوده، هیبت و هیکلی بود که در واقع بزن بهادر آقای بروجردی بود و آقای همین شیخ علی لور با یک گروه دیگری از کسانی که همراه آقای بروجردی از بروجرد لورستان به قم آمده بودن رفتن و فدایان اسلام رو کتک زدن و دست یکی از برادران واحدی شکست و اونها رو از قم بیرون کردن و آقای بروجردی دستور داد که به طلابی که از این کار از گروه فدایان اسلام همشون طلبه بودن از این گروه پشتیبانی میکنن دیگه حقوق ندن و اینا رو از قم بیرون کردن. آقای منتظری میگوید که معروف شد که آقای خمینی از فدایان اسلام پشتیبانی میکرده. من میپذیرم این رو، چرا که اندیشه آقای خمینی در مورد پیدایش حکومت دینی و پرخاشی که با آخوندها میکرد در مورد اینکه چرا ساکت نشستن، چرا جواب این تبریزی بی سواد منظورش کسروی بود رو نمیدهند، شادمانی که از کشته شدن کسروی نشان داده بود، گواه بر این بود که او یک دیدگاه بسیار رادیکالی در مورد مسائل سیاسی داره و سخت باورمند به فقه سیاسی است و این است که، و خب از اون سوی هم با فلسفه خیلی سر و سر داشت و فیه مافی درس میداد، میخواند و درس میداد و این کار کفرآمیزی در میانه بسیاری از آخوندهای اون زمان به شمار می آمد. منتظری می گوید که عملا رابطه آقای خمینی با آقای بروجردی قطع شد و حتی در نوروزی که پس از این ماجرا رفته بودند به دیدن آقای بروجردی برای سال نو،
آقای بروجردی اونها رو تحویل نگرفت و اونها در بیرونی ساعتها نشستند و سرانجام آقای منتظری میگوید که خمینی گفت برویم و میگه دیگر هم دیداری با آقای بروجردی دست نداد. و این خب البته در این مورد هم آگاهی های دیگری در دست ماست که نشان میداد شاید این بازگو کردن داستان از سوی آقای منتظری خیلی دقیق نبوده باشد، ولی به هر روی نشان میداد که در اون هنگام بیشتر روحانیان برجسته شیعی در نجف و در ویژه قم و اونهایی که زیر سایه آقای بروجردی بودند که دیگر مرجعیت مطلق پیدا کرده بود، حاضر به درگیری سیاسی و رادیکال نبودند. یک نمونه جالبی رو خدمتتون بگویم، پس از تشکیل دولت اسرائیل فدایان اسلام و گروه دیگری از آخوندهای درجه دوم و سوم بیانیه‌هایی برای جهاد صادر کردند که برویم برای جنگ با دولت قاسب اسرائیل و اینها ریختن. عده‌ای از اونها گویا در خانه آقای گلپایگانی یا خانساری، الان درست به یاد ندارم، یکی از آخوندهایی که جزء خانه آقای بروجردی بود جمع شده بودند و از ایشان درخواست دستور داشتن برای رفتن و جنگ. و پاسخی که ایشان داده خیلی جالب است. ایشان به میان این جمع آمده و گفته که خب این جهاد خیلی خوبه، ولی چون دولت پاسپورت نمیده و جنگ افسار هم در اختیار ما قرار نمیده، اجازه بدهید که ما مذاکره کنیم، اگر جواز دادن و جنگ افسار هم دادن بعد به جهاد برویم. و اینها رو به خانه خودشون فرستادن، یعنی در واقع گفتن که بروید منزلتون و درگیر این ماجراهای بیپایه و بیمایهی که شما باید از ایران از چهار کشور بگذرید و بروید و به جنگ دولت تازه بنیاد اسرائیل به این نپردازید. این ماجرا در دوران دولت مصدق هم دوباره در گرفت، چون دولت مصدق با دولت اسرائیل روابط داشتند و کار بازرگانی با هم میکردن و حتی کنسولگری داشتن و البته مجبور کردن که کنسولگری ایران بسته بشه در پایتخت اون زمان دولت اسرائیل، فشارهایی که از سوی روحانیان می آمد. ولی با همه این تبلیغات هیچ نوع اقبالی ما به اندیشه ولایت فقیه در این دوران نمی بینیم و تا هنگام درگذشت آقای بروجردی نشانی از این به چشم نمی خوره که روحانیان برجسته قوم هیچ اندیشه‌ای در این زمینه ولایت فقیه داشته باشند. پس از مرگ آقای بروجردی که اشاره کردید آیات ثلاث در واقع آمدن آیت سگانه آمدن بالا، هیچ کدوم از اینها هم علاقمند به مثلا باز کردن این بحث که گویا روحانیان باید سر کار بیایند یا در سیاست نقشی داشته باشند به چشم نمیخوره. و شاید هم حتی بتوان گفت که به طور غیر مستقیم چندان ناراحت نبودند که آقای خمینی از ایران تبعید بشود و این رو خمینی هم دریافته بود در برخوردهای بعدی او با همه این بازماندگان این گروه از روحانیان شیعی. رفتار او کاملا آشکار است که دشمنانه است، که چرا اصلا اجازه دادن که او از ایران تبعید بشود و چرا همراه او بر نخواستند و شورش نکردن. یک شکافی است در میان جامعه شیعی فعال ایران، میان کسانی که مانند شریعت مداری و مرعشی نجفی و دیگران میاندیشند که باید به راهنمایی مسلمانان پرداخت و کسانی که مانند خمینی در رده های پایینی نفوذ و پایه دارند که باید در سیاست درگیر شد. در دوران شاید 10 سال پایانی پادشاهی محمد رضا شاه بیشتر آخوندهایی که به زندان افتادند و در زندان بودند، از آقای طالقانی گرفته تا ربانی و دیگران، همه اینها از کسانی هستند که با خط فکری فقه سیاسی آقای خمینی نزدیک هستند، ولی رده های بالا از اونها پشتیبانی نمی کنند و حتی شفاعت برای آزادی اونها نمی کنند، یعنی نامه نمی رسند به دولت برای اینکه این آخوند و اون آخوند رو از زندان آزاد کنند. آقای امینی، درباره نعمت الله صالحی نجف آبادی، بله، نویسنده کتاب شهید جاوید،
بفرمایید که آیا او خمینی رو به عنوان مرجع تقلید نمیشناخت؟ چون میگن که میگفته که باید از آقای خمینی تقلید کرد. اصلا این داستانش چی بوده؟ اینو بفرمایید داستان این آقا. این ادامه همون نکاتی است که مطرح کردم که در رده‌های پایین‌تر حوزه در میان روحانیان درجه دوم، سوم، حتی سوم، چهارم، حتی دوم هم نه، یعنی اگر شما مراجع اصلی رو، چند آخوند مرجع اصلی رو رده اول بدانید و سپس آخوندهایی که پشتیبان اونا هستن رو رده دوم، آخوندهای رده سوم و چهارم اینها مدرس بودن در قم یا در شهرهای دیگر، حوزه های کوچکی داشتن. اینها همراه با گروه زیادی از طلاب، اینها طلاب جوان رادیکال، اینها پیروان خمینی بودند، هوادار یک کارزار رادیکال و انقلابی به شمار می آمدند و این اندیشه ولایت فقیه خمینی رو که به ویژه پس از اون 13 سخنرانی درسی آقای خمینی که در 1349 در نجف، ببخشید، در بیروت به چاپ رسیده بود، دیده بودند که دیگر رسما آقای خمینی در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی صحبت میکنه، اینها همراه با گروهی از آدمهایی که معمم هم نبودند شیفته این رفتار رادیکال آقای خمینی شده بودند. جالب اینجاست که در این دوران گروهی از روشنفکران سیاسی یا روشنفکران فرهنگی مخالف رژیم گذشته هم به اینها یک نوع علاقمندی نشون میدادند. اینها رو آخوندهای متعهد میشناختن، روحانیان متعهد میشناختن، اعلامیه‌های آقای خمینی رو میخواندند، پخش میکردند و فکر میکردند که در واقع این یک کارزار تازه است که آغاز شده. از اون سوی هم طبیعتاً چون آقای خمینی در عراق میزیست و دولت عراق سخت با دولت شاه درگیری و بگومگو داشتند و حتی درگیری نظامی چند بار پیش آمده بود یا بیمهراز درگیری نظامی، از این آتو بهره میگرفتند. به ویژه پس از اینکه تیمور و بختیار فرار کرد و به عراق رفت، یک رابطه خیلی نزدیکی میان تیمور و بختیار و پسر آقای خمینی به وجود آمد، آقا مصطفی. و پس از کشته شدن بختیار، آقای پناهیان به عراق آمد، همون پناهیان معروف فرقه دموکرات، از طرف شوروی ها به عراق آمد و رابط میان شوروی و آقا مصطفی و خمینی شد و پیوندهای میان اینها به وجود آمد. عده‌ای هم در ایران، رده های پایین تر آخوندها، از این حرکت پشتیبانی میکردن. هنوز اما سخن از ولایت فقیه نبود، سخن از شورش و برانگیختن دین برای درگیری با رژیم پهلوی میرفت در اون هنگام. در اون زمان آقای نعمت الله صالحی نجف آبادی، ایشان در حدود 8 یا 9 سال پیش از انقلاب 57 کتابی نوشت، یه رشته مقالات اول نوشت و سپس این مقالات رو جمع کرد، کتابی فراهم کرد به نام شهید جاوید و 2 نفر بر این کتاب مقدمه نوشتن، 2 نفر نزدیکترین یاران آقای خمینی در میان رده های پایین تر آقای منتظری هم بوده؟ آقای منتظری آدم اصلی بود که نوشت و آقای مشکینی. و این 2 نفر در واقع که بعدها در دوران پس از انقلاب کادرهای اصلی در واقع انقلاب شدند، آقای مشکینی که تکلیفش روشن است، آقای منتظری خب در میانه راه منصرف شد، خط عوض کرد یا دیدگاهش دگرگون شد، اینها پیشگفتاری برای این کتاب شهید جاوید نوشتن. و جالب اینجاست که بسیاری از آدمهای غیر دینی هم در اون هنگام، آدمهای حتی سکولار اون زمان که مخالف رژیم گذشته بودن، اندیشه‌های کتاب شهید جاوید رو خیلی می‌ستودن. چرا؟ چون در کتاب شهید جاوید و در اندیشه‌های آقای صالحی نجف آبادی نکته‌ای که مطرح می‌شد این بود که امام حسین برای شهادت به کربلا نرفت، برای خلافت به کربلا رفت.
میخواست که ولایتی رو که از خاندان او غصب شده از خاندان معاویه بازپس بگیره و این رو با احادیث و روایات و عرض کنم تاریخ ها کوشش میکرد توضیح بده. از منظر یک آدم سکولار این خیلی جالب بود که بله این موضوع شهادت رو کنار گذاشتن، ولی نکته ای در این بود که امام حسین برای حکومت دینی قیام کرد که گوهر اندیشه آقای خمینی در کتاب کشف اسرار است. گوهر اندیشه آقای خمینی در اون 13 درسی است که در نجف داده بود و در بیروت به چاپ رسیده بود و سپس در قالب یک کتابی به نام حکومت اسلامی منتشر شد. این سخن آقای یا نوشته آقای صالحی نجف آبادی بلوایی ایجاد کرد در قوم، کتاب رو تحریم کردند و حتی عده‌ای گفتند از روحانیان بسیار بلند پایه که هر کس از من تقلید میکند خواندن این کتاب بر او حرام است. و آیت الله طه بر من در منبر عمامه بر زمین زد و به راه افتاد برای که بروند جایی که این کتاب چاپ شده رو پیدا کنند و بسوزانند. این کتاب نایاب شد و دوباره دو سه ساعت پیش از انقلاب به چاپ رسید و این بار بخشی از جنبشی شد که آیت الله خمینی رو به قدرت رساند. بنابراین در حاشیه، در زیر، یک جنب و جوش نیرومندی در رده های سوم و چهارم و پایین روحانیان شیعی وجود می داشته برای دستیابی و اون اندیشهی که ملا احمد نراقی یک زمانی مطرح کرده بود و سپس آقای خمینی در سال 1323 بر کاغذ نهاده بود و فدایان اسلام در قالب اون برنامه سیاسی در 1329 به چاپ رسانده بودند و جمعیت مؤتلفه به اعتبار اون برنامه دست به ترور زده بود و از جمله حسن علی منصور رو کشت. و مجموعه اینها در واقع نشان میدهد که انقلاب 57 تنها یک شورش در برابر مدرنیته یا پادشاهی نبود، بلکه شورشی بود در برابر ساختار سنتی 200 ساله روحانیت شیعی در ایران برای بازسازی اون در قالب اندیشه ولایت فقیه آقای خمینی. آقای امینی عزیز، بیاد دارید که این سوال مربوط به همین ولایت فقیه رو با آقای شریعت مداری در میان گذاشتن؟ بله. پاسخش این بود که ولایت فقیه به این معنی که مطرحه وجود نداره، ولی ولایت فقیه هست. مثلا اگر یک بچه یتیم بشود، فقیه میتواند یک ولی برای او انتخاب کند، این ولایت فقیه میشه. ولی اینکه ولایت فقیه به معنای قدرتگیری ائمه چه میدونم دین است، این درست نیست و همین میگن باعث کشته شده. نه، نکته ای که خمینی مطرح میکرد و آقای شریعت مداری و دیگر روحانیان اون زمان که خیلی سنتگرا بودن از اون پرهیز میکردن، درست میفرمایید. اونها میگفتن ولایت یعنی ولایت صغار، ولایت یتیم، ولی کسی در کاری بودن. آقای خمینی در کتاب همین کشف اسرار میگوید که امت، مردم همین صغارن، مردم همین یتیم ها هستن، مردم نیاز به ولایت دارند. ولایت برای یک فرد نیست. کودکی که یتیم شده یا کسی که نیاز به سرپرست داره فقط ولایت برای او نیست، این امت اسلام است که باید فرمان بردار فرمان توجیه کرده. بله، توجیه کرده. نه، خیلی وسیع کرده بحث رو، برگردونده به دوران پیامبر اسلام، برگردونده به این دوران، گفته که در دوران او هم ما مردم داشتیم و ولی داشتیم که ولی مانند علی ابن ابی طالب بر جان و مال و ناموس همه چیز مردم چیره بودند و امروز هم به این نیاز داریم که ولی باشه، باید بر مردم چیره باشد. آقای خامنه‌ای بیرون از این محدوده سخن نمیگوید، او هم معتقد است. ببینید، یک نوع هماندیشی در میان اندیشه های خودکامانه وجود دارد. خودکامگان سکولار مانند هیتلر، اینها بر این باور بودند که این مردم
عوامن، نمیفهمن. یه رهبری میخواهند قادر که برای حقوق اونها کوشش کنند، پیشوا باشند. او پیشواست و مردم فرمانبردار او هستند. این رو هر فرمان چی قربان؟ با ببخشید شما میفرمودین که باید گفت فرمان بردار که نه؟ فرمان بردار گفتم الان چی گفتم؟ نگفتیم بردار. نه ببخشید فرمان بردار بله. خیلی ببخشید. بعضی وقتا در سخن گفتن آدم دیگه اوهش. خیلی عوض میخوام. نه نه چون به خصوص اینقدر این عربی و مربی و اینا پروندیم دیگه ببخشید فرمان بردار. فرمان بردار. فرمان بردن. بله این ببینید خیلی روشنه در اندیشه دموکراسی مردم بر سه دقیقه وقت داریم. بله مردم بر سرنوشت خودشون استوار و چیره هستن. یعنی مردم حتی حق دارن برون یه رهبری رو انتخاب کنن که این رهبر ممکن است منافع اونها رو پایمال کنه و بعد در همین ساختار دموکراسی دوباره زمینه پدیدار می شود، زمانی به وجود می آید، شانسی پدیدار می شود که مردم این رهبر ناشایست رو کنار بگذارن و رهبر دیگری رو انتخاب کنن. رفتن مردم، البته اکثریت مردم نه، ولی بر اساس این سازمانی که انتخابات آمریکا دارد آقای ترامپ رو برگزیدن. خب 4 سال بعد از پس از اون می توانن دیگری رو برگزینند. این یکی از زیبایی های دموکراسی است که چنین افت و خیز هایی داره. ساختارهای غیر دموکراتیک جز این است. پیشوا مانند موسولینی یا هیتلر یا فرانکو هنگامی که به قدرت میرسد دیگر تکان نخواهد خورد، یا در مواردی مانند دولت کره فکر کنم تا نسل ششم هم که هنوز دنیا نیامده اینها هنوز فرمانروای کره باشند. در ساختارهای دینی از این دست هم ما این رو میبینیم که آقای خمینی است روشن میگوید فقیه باید بر همه چیز مردم نه تنها چیره باشد، حتی اصول دین هم زیر سایه فرمان فقیه است. اصول دین رو میتواند فقیه تعطیل بکنه. و ما امروز با شوربختی باید بگوییم که یکی از تنها دموکراسی های خاورمیانه رو میبینیم که با شتاب به سوی چنین نوع نگاهی پیش میرود. توجیه ایشان به رأی نهاد که تا زمان حالا ظهور امام زمان که اونا اهل سنت هستن باور ندارن، دست کم تا سال 1925 ایشان همچنان رئیس جمهور ترکیه باقی بمانند و با فرمانی همه چیز رو در دست گرفته. نمونه دیگر هم در ونزوئلا است که ما زنده ایم تا اون موقع. شما که بله. من فکر نمی کنم به اونجا بکشه. من فکر کنم این نوع رفتارها واکنش هایی خواهد داشت، ولی به هر حال بیشتر کوشش من در این بود که نشان بدهم این اندیشه خیلی جالب بود، تاریخی داشته، زمینه داشته و به اون توجه چندانی نشده. آقای امینی خیلی ممنونم ازتون. وقت ما به پایان رسید. اولین برنامه‌ای که از ساعت 12:30 آغاز شد 1:30 به پایان رسید، اندکی قبل از 1:30. شب و روزتون خوش. ممنون از شما و شب و روز همه هممیهنان. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روزتون خوش.